سلام به برای سپرشن رفت ریاکشن دارم هر جا که هستید توپ درجه پاز انرژی مثبت باشید. روحا هستم در کنار سهراب عزیز. سهراب هستم عزیزای دل، خیلی مخلصیم برای بکس برای قسمت دیگه در خدمتتون هستیم. این یکی دو روزی خیلی یکی دو روزی که آره اواخر خیلی پیشنهاد داشتید که آره این تقریبا 4 روز اومده. آره دو سه روز میشه. آره یکی دو روز سه روز. آره که میا و کوروش رو ریاکشن کنید و ما رفتیم چک کردیم دیدیم نوشته به یاد بچه های ایران، یه دوی کوتاه 4 دقیقه‌ای هم هست و از اینکه بچه هم پرسیدیم گفت آره میخونن و چیزی که الان داریم در تصویر هم میبینیم همینه. آره. کوروش گیتار داره و میا نشسته و دمشون گرم. میا کوروش هم فکر کنم خیلی وقت هم ویدیو نذاشته. آره. بودن فکر از اول اون اتفاقات دیگه ویدیو نذاشته. آره. این دو ماهی میشه فکر کنم. و اینکه عشق دلید بچه بریم اینو با هم داشته باشیم. ببخشید اگه دیر شد. و اینکه کلی ویدیو هم به چیز هم هست، موزیک هم یه چندتایی هست. آره ولی گفتیم که اول اینو بریم که ببینیم میا و کوروش چه کردن. تو دو سری بریم و بیایم با هم ویدیو رو داشته باشیم. 4 دقیقه 33 ثانیه است. خب ستونای دل، قبل از هر چیزی لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. عشق دلید عرضم به حضورتون، اگر با وی پی ان مشکل داشتید لینک اکسپرس فارم هست توی دیسکریپشن و اونجا تخفیف هم دارید اگه اسم ما رو بیارید. از طرف ما 30% تخفیف دارید. و اینکه همین دیگه 4 دقیقه و 33 ثانیه هم ویدیو، بریم که داشته باشیم دیگه. بله بریم داشته باشیم. سلام بچه‌ها، از آخرین ویدیویی که ما توی کانال یوتیوبمون آپلود کردیم تا الان بیشتر از 2 ماه میگذره. یعنی هیچ نه توی کانال کما نداشتیم. به جاش همه سعیمونو کردیم که توی این مدت از طریق کانال اینستاگرامون که میدونیم اونجا بیشتر وایرال تر میشه بچه‌ها، وایرال دست میشه به گوش فالوورهای خارجیمون برسه. یکی از دلایل اصلی که ویدیو نمیگیره کجا گفت وایرال تر میشه؟ این مدت از طریق کانال اینستاگراممون که میدونیم اونجا بیشتر وایرال تر میشه بچه ها، وایرال دست میشه به گوش فالوورهای خارجیمون برسه. یکی از دلایل اصلی که ویدیو نمیذاریم بچه ها به خاطر اینکه ما الان تو ایران خیلی از کارشون زدن و دارن اعتصاب میکنن. ما میخواستیم پا بای مردم تا جایی که دیگه میتونیم در حد توانمون که کار نکنیم، اونم یعنی ویدیو نذاشتن واسه ما. یه دلیل دیگه هم که ویدیو نذاشتیم توی مدت اینه که ویدیوهای ما خیلی سعی میکنیم که شاد باشیم توش، با انرژی باشیم. یه حالت مثلا انگیزه چیزایی تو گوشه کوروش وای میدونی چند وقت شد واسه همین مسلما با اتفاقایی که الان داره توی ایران میفته به نظر من ذره جاش نبود که ما اون سبک چنگن دل و دماغش نیست. اصلا زندگی عادیمون رو نداریم، همش پای گوشیم، همش پای اخباریم. امروز اومدیم که این ویدیو خیلی کوتاه داشته باشیم به یاد بود از همه بچه‌ها، از همه کسایی که تو ایران الان در خطرن، جونشون رو دست دادن، آسیب دیدن و دارن میجنگن برای آزادیشون. خیلی زودم توی برنامه بعدیمون هست که یه سری خیریه داشته باشیم که بچه‌های خارج ایران بتونن به بچه‌های داخل ایران کمک کنن. کسایی که تو این شرایط شغلشون رو شاید از دست داده باشن، خون زندگیشون رو شاید از دست داده باشن، سلامتشون رو نمیدونم، صدمات آسیبای روحی و روانی شدید خیلی هم ممکنه دیده باشن. قراره که به همه اینجور بچه ها تا حد توانمون بتونیم کمک کنیم و حتما توی اینستاگرام اخبارشون میذاریم. که چی شد دونیت میذارن یا نمیدونم، حالا گفته اعلام میکنه دیگه. اگه دونیت میذارن من اعتماد دارم. نه آدمی که آدمی که میشناسه میدونی کوروش میگم این میشه اعتماد. همینو میگم، میگم اگه هم بچه‌ها میخوایم کاری کنیم بدونیم داریم به کی میسپاریم. من خودم اگه بذاره 100% شرکت میکنم. شما هم در جریان باشی. این نهایت هم دوستتون دارم بچه‌ها. یعنی واقعا از ته دلمون ماها آرزومون شادی شما، سلامتی شما و آزادی شما از همه مهمتره و اینکه هممون حقوق اولیه‌مون رو بتونیم داشته باشیم و توی یه ایران آزاد و شاد و راحت بتونیم زندگی کنیم. آقا ببخشید من اینو یه چیزو بگم بعد بخونم. این یادم رفت چی می‌خواستم بگم. یه چیزی من بعدم میاد که مثلا بعضی وقتا مخاطبا به انفعال که واکنش دارن، چرا هیچ واکنشی نشون نمیده؟ اوکی. ولی یه نفر در حد توانش میاد یه کاری میکنه اصلا خیلی جزئیه شاید به نظر تو. خب بحث این نیست، بحث اینه که یه نفر زورش میرسه یه سنگریزه برداره، برداره اشکال نداره. آفه. یه نفر زورش میرسه یه کوه جا به جا کنه، اون کوه جا به جا کنه.
میدونی منظورم؟ هر کسی در حد توان خودش، در حد توان خودش. و این قشنگه، میدونی چی میگم؟ خب در طول 70 روز گذشته مردم شجاع ایران در مقابل جریان آزاد و ناعدالتی جمهوری اسلامی انقلاب کرده، من فکر کنم جابجا نمیشه، و خواستار حقوق اولیه خود شدن. اوکی، آها انگلیسیش هم نوشته چه باحال. آره This is a saga of the recent victims. 16-year-old Nika Shakarmi used to sing cheerfully for her friends in a video published after her death. Okay. قبل این ویدیوی وجود داشت که مثلا ندونی بخندی یا گریه کنی؟ تلخترین ویدیوی فانیه که من تو زندگی میتونم ببینم. ولی میخواستم بگم چرا با من این کار شده، ولی خب چرا نشه. و این ویدیویی که شاید خیلی ها ببینن خارج از ایران، تو انگلیسی هم نوشته بود. الان آخه ببین همین اسم رو طرف سرچ کنه، دنیای دنیای مطالب میاد.